و من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا صدق الله العلی العظیم. من چون مجلس بزرگ داشت آقای طاهری هست، تاریخ گذشته ایشون رو میخوام باز بگم، بازگویی کنم. قطعا انقلاب اسلامی بدون نام و مبارزات آقای طاهری ناقص هست اگه کسی بخواد این رو در نظر بگیرد، ولی به طور خاص آقای طاهری تو اصفهان نقش مؤثری داشت. من بخوام توصیف کنم، خب اصفهان یه شهر مذهبی و میشه گفت به لحاظ سنتی خیلی سنتی بود، در به خصوص در سالهای قبل از انقلاب. سه چهار تا جریان فکری در اصفهان بودن که اینا هنوزم هستن، یعنی جریان ریشه‌داری هست. خب یک جریان همین جریان آقای طاهری بود و تمام کسانی که توی انقلاب بعدها نقش پیدا کردن میشد گفت که اینها دوروبر آقای طاهری بودن. البته خب بعد از انقلاب خط و خطوط ها عوض شد. ما یه جریان دیگه داشتیم که مثلا آقای خادمی رهبریشو میکرد که میشد گفت جریان حوزه سنتی اصفهان بود، در مقابل جریان آقای طاهری که جریان روشنفکری حوزه بود و خب اینا درگیریای داشتن. جریان انجمن حجتی هم بود که آقای مهندس مصحف و دوستانشون و آقای کازرونی که وزیر مسکن شد و به رحمت خدا رفت اینا بودند. و یه جریان دیگه هم بود که در واقع آقای قروی، آیت الله قروی بود که اونام یک حوزه‌ای برای خودشون داشتن. منتها خب این جریان آقای طاهری بود که به عنوان مبارز و انقلابی شناخته میشد و تقریبا همه آدمایی که تو اصفهان سرشون خلاصه برای مبارزه درد میکرد پایگاهشون مسجد حسین آباد اصفهان بود. حسین آباد اصفهان اون موقع در واقع در قسمت جنوبی شهر بود، یه کمی از شهر فاصله داشت، البته الان دیگه در وسط شهر افتاده، ولی پایگاه در واقع آقای طاهری بود. آقای طاهری از سال 1350 نماز جمعه رو در مسجد حسین آباد برپا می‌کردن. البته قبل از آقای طاهری آقای منتظری تو نجف آباد شروع کرده بود و به نظر می‌رسید که آقای طاهری هم به تبعیت از آقای منتظری بود، ولی اجازش رو از امام گرفته بود. من خودم از سال 54 که وارد دانشگاه شدم در واقع وارد سیاستم شدم دیگه، کاملا تو مسجد حسین آباد مثل بقیه دوستانمون اونجا در واقع ولا بودیم. و کسونی که اون موقع بودن همه آقای روحانی، آقای نوری، آقای پرورش، آقای سالک و یه سری از روحانیونی که الان به رحمت خدا رفتن، آقای حسین حسینی رامشهی بود، آقای روحانی بود، خیلی از در واقع افرادی که خدا بیامرزدشون واقعا در اون دوران اینها چراغ مبارزه رو توی اصفهان روشن نگه داشته بوده. من یادم میاد که در سال 56 که در قم در واقع روز 19 دی تظاهرات شد، دو سه روز بعدش ما در اصفهان تظاهرات داشتیم. یک تظاهرات خیلی خوبی رو بچه های دانشگاه راه انداختند و تقریبا بدون هیچ گونه درگیری متفرق شدند. تا روز 9 فروردین سال 57 که در به مناسبت 40 شهدای تبریز در مسجد حکیم اصفهان یک جلسه بزرگداشت گرفته بودند. آقای سلامتیان میدونن مسجد حکیم اصفهان جایی است که درست وسط در واقع اصفهان و دور و برش خیلی کوچه پس کوچه است. کلا بافت تاریخی اصفهان
البته الان کلا به هم خورده سون بافت، ولی خیلی کوچه پس کوچه داشت، یعنی درست این مسجد وسط کوچه پس کوچه ها بود، جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، یعنی مسجد حکیم کلا شبستونش و حیاتش و بیرون پر شده بود و خب برگزار کننده جلسه هم آیت الله طاهری بود، سخنرانش هم حجت الاسلام احمدی فروشانی که خداوند بیامرزدیشونم، خب خیلی سخنرانی داغ شد و بعدش در واقع تظاهرات شد دیگه و جمعیت به طرف خیابون عبدالرزاق، حالا اونایی که میسوانی باشن میدونن چیه، یعنی از طرف مسجد که اومدن به طرف خیابون عبدالرزاق، به دم خیابون که ما رسیدیم متوجه شدیم که کل این منطقه رو نیروهای نظامی و امنیتی محاصره کردن، درگیری شروع شد، منتها اینها نمیتونستن کوچه پس کوچه بیان، تا شب تقریبا از ظهر تا شب درگیری بود، ولی خب باز خسارتی و چیزی وارد نشد. بعد از این ماجرا بود روز 14 فروردین شبانه آقای طاهری رو و آقای احمدی رو بازداشت کردند و تبعید کردند به مهاباد. خب خیالشون در واقع این بود که با تبعید آقای طاهری اصفهان آرام میشه، ولی مرتب تو اصفهان شبها تظاهرات بود، دوستان خلاصه تو جاهای مختلف تظاهرات را مینداختن. یک شب من یادم است تو اردیبهشت ماه سال 57 بود که ما تو دانشگاه همه چیز کردیم بریم مسجد آقای خادمی. آقای خادمی یه مسجدش توی خیابون چهارباغ پایین بود و خب خیلی مسجدش شلوغ نمیشد، ولی اون شب احساس کرد که انگار یه سری آدم جدید اومدن شلوغ، همه جوون، من برم نمیرم معمولا آقای خادمی. اون شب نمیدونم مریدا یا هرچی بود به ایشون گفتن که خلاصه برو منبر رو نصیحت کن، ایشون رفت بالا منبر و شروع کرد سخنرانی کردن، که من با آقای خمینی خیلی رفیق بودم، با هم خیلی نزدیک بودیم، آقای خمینی با این کارهایی که میکنن شلوغ میکنن تظاهرات میکنن مخالف بوده، شما هم خلاصه چیز زاخه کلی خلاصه چیز کرد که نه کاری نکنین، نمازتون رو بخونین و برین دنبال کار زندگی دو. خب از منبر که اومد پایین بچه ها شروع کردن شعار دادن، خلاصه از همون شعارهای مرگ بر شاه و تظاهرات را افتاد، یک زد و خورد حسابی خلاصه اون شب، منتها باز تو کوچه پس کوچه ها بچه ها به راحتی میتونستن چیز کنن در واقع در برن، هیچ تلفاتی و دستگیری اینا تو کار نه. این بود که توی خرداد 57 فکر کنم 29 خرداد 57 نمیدونم حالا چه چیزی بود، رژیم تصمیم گرفت که آقای طاهری رو برگردونه از تبعید و برای استقبال از آقای طاهری میتونم بگم که یک جمعیت واقعا دیگه، من بعد فقط یه بار دیگه اون جمعیت دیدم اومدم به استقبال، ما باز یه قدیما پلیس راه اصفهان تا دروازه تهران که در واقع شروع شهر بود یه چیز حدود 10 کیلومتر 11 کیلومتر میشه، البته دیگه الان پلیس راه نیست، ولی اون موقع از پلیس راه که آقای طاهری رسید مردم پیاده ایشون رو تا خونش که تو حسین آباد است نزدیک به 20 کیلومتر پیاده از تقریبا ساعت 2 که شروع شد 12 شب ختم شد، ایشون رو مشایعت کردن، یک جمعیت واقعا میلیونی و خب رسیدیم اونجا ایشون سخنرانی کردن تشکر کردن و خیلی دیگه اصلا اصفهان دیگه کلا معلوم بود که از حیطه قدرت حکومت خارج شده این جمعیت که اومده و این وضعیت که اتفاق افتاد دوباره حکومت تصمیم گرفت که آقای طاهری رو بازداشت و تبعیدش کنه. توی مرداد ماه سال 57 بود که ما یه روز دانشگاه بودیم، اومدن خبر دادن که دیشب آقای طاهری رو شبانه اومدن دستگیر کردن و بردندش به طرف تهران.
همون موقع که خبرش ماشین نیم روز بود همه جمع شدیم و یه برنامه تظاهرات در مقابل خونه آقای طاهری تدارک دیده شد و یه جمعیت خیلی عظیم اومدند. اوروز درگیری شد، برای اولین مرتبه تیراندازی شد و یک نفر در جلوی منزل آقای طاهری شهید شد به نام حسین ذاکر حسین آبادی و اگر ریام نباشد مندم اونجا تیر خوردم و مجروح شدم که بچه ها از صحنه بردن و چند نفر دیگه. اولین شهیدی که توی اصفهان داده شد توی این تظاهراتی بود که در اعتراض به بازداشت و تبعید آقای طاهری شد. خب میدونید بعدش که این زده خورده شده اینا شبانه گفتن چیکار کنیم، گفتن بریم خونه آقای خادمی تحصن کنیم. حالا از آقای خادمی با اون رویات خلاصه جمعیت رفتن خونه آقای خادمی تحصن کردن. ایشون اولم خب خیلی چیز بود اعتراض کرد، بالاخره چیز کرد جمعیت اونجا تحصن کردن و این تحصن حدود 11 روز طول کشید. بعد ماه رمضان هم شروع شده و روز پنجم یا ششم ماه رمضان خلاصه قبلش به آقای طاهری میگم به آقای خادمی تماس گرفته بودن که یا این جمعیت بایست از خونه شما برن. حتی اینکه میگم جمعیت یعنی دیگه خونه آقای خادمی نبود، چند تا خونه و پشت بوم و کوچه و اینا همه اینا محل چیز شده بود دیگه، اعلامیه و بحث و سخنرانی و همه اینا دیگه بود دیگه، یعنی یه منطقه آزاد شده بود اونجا. با آقای خادمی تماس گرفته بودن که تا شب این جمعیت از خونه شما اگه نرفت ما حمله میکنیم و بله اینطوری هم شد. خلاصه حمله کردند و دیگه درگیری و زد و خورد و اگر یادتون باشد اعلام حکومت نظامی در اصفهان شد. یعنی ماجرای حکومت نظامی در اصفهان به خاطر این بود و البته تو اون زد و خوردم اون روز فکر کنم 7-8 نفر شهید شدن و دیگه خلاصه ماجرای حکومت نظامی پیش اومد و تا حدودی میشد گفت که در اصفهان یک حکومت نظامی بسیار خشنی ایجاد شد. تو شب اول و دوم حکومت نظامی هم نزدیک به 700 نفر اومدن بازداشت کردن که باز اگه ریا نشد من در شب دوم اومدن خونه بازداشت کردن و خب سعی کردن که با این اوضاع احوال اصفهان رو کنترل کنن. اصفهان تقریبا میشد گفت این مدت ساکت شد ولی بعد افتاد تهران دیگه، اون چیز عید فطر تهران و 17 شهریور رو دوباره آقای طاهری رو مجبور شدن آزاد کنن، یعنی دوباره توی منطقه. این دفعه برای اینکه کسی استقبالی نکنه حرکتی نشد خودشون شبانه آقای طاهری رو آوردن گذاشتن تو خونه، یعنی طوری رفتار کردن که کسی مطلع نشه. بودن آقای طاهری در اصفهان خب مثل یه لنگرگاه بود، یعنی اوضاع احوال رو کاملا کنترل میکرد و تو اصفهان ما ضمن این که کاملا فضا دست انقلابیون بود ولی درگیری و کشت و کشتاری آنچنانی نبود. من اتفاقی اینو چیزه حالا تاریخ شده، من توی آذر ماه داشتم با موتورم با یکی از دوستام از شکر شکر رد می شدیم، یه دفعه دیدیم که یک سری نظامی اومدند و شروع کردن لباسای شخصی بودن ولی اومدن تو خیابون شروع کردن لباسای نظامیشون رو پوشوندن و یه دفعه آقای طاهری هم اومد جلوشون. یعنی معلوم بود که آقای طاهری کاملا با این نظامیایی که تو اصفهانن که میدونید شهید کشوری بود، اون یکی دیگه است از این خلبانا اسمش کشوری بود و یه شهید دیگه است من نه شیرودی، شهید شیرودی بود، صیاد شیرازی بود، اینا با آقای طاهری معلوم بود که ارتباط داشتن، برنامه کرده بودن. اولین تظاهرات نظامی ها علیه رژیم شاه تو اصفهان اتفاق افتاد توی آذر ماه 57 و کجا این اتفاق ما دیدیم؟ میدونید در اصفهان وقتی که 22 بهمن اتفاق افتاد حتی یک گلولم شلیک نشد جایی، تمام نیروهای نظامی انتظامی اومدن خودشون رو تسلیم کردن به آقای طاهری.
اصلا و ابدا نه اتفاق. اصلا تو شهر شما احساس نمی کردی که یه انقلاب شده. یعنی وجود آقای طاهری تو اصفهان اینطوری بود که شهر رو بدون کوچکترین درگیری یا چیز تسلیم انقلاب کرده بود. و اگه حالا آمار رو درست بگم میدونید تو کل پروسه انقلاب تو اصفهان ما کمتر از 25 تا شهید داشتیم. یعنی شاید کمترین شهید فکر کنم که در کل ایران تو کل اون دو سال، یعنی از گفتم اولی شهید مال جلوی در خونه آقای طاهری بود تا انقلاب شاید حدود 25 نفر کلن در اصفهان تو درگیری ها شهید شدن. خب بعد از انقلاب هم آقای طاهری خلاصه همین نقش رو توی اصفهان داشت. حالا آقای فرشتیان گفتند که جامعه مدنی و حکومت اینا، آقای طاهری تو هر دوتاش بود. یعنی هیچ کدوم با هیچ کدوم دیگه چیز نکرد. قطعا در تاریخ بعد از انقلاب تا حداقل میتونیم بگیم تا زمانی که امام زنده بود آقای طاهری قدرت بلا منازع در اصفهان بود. حالا اگه من بخوام ریزش بگم، تنها استانی که توش کمیته شکل نتونست اصلا تشکیل بشه اصفهان بود. استان اصفهان کمیته نداشت، سپاه بود و ارتش. به خاطر اینکه اوایل انقلاب در واقع طرفدارای آقای خادمی، یعنی حالا ما میگیم جنای راستی اصفهان، سعی کردن یک کمیته درست کنند، خلاصه جلوش گرفتند و تعطیلش کردند، دیگه هم تشکیل نشد. فقط بخاطر آقای طاهری در همه سالهای بعد از انقلاب دو سه تا ویژگی داشت که او رو بالا بخوام بلا سیاسی بگیم او رو تو جنای چپ قرار داد. یکی واقعا جوهر وجودیش طرفدار آزادی بود. یعنی آزادی رو به مفهوم این که همه آزاد باشند، حق بیان، حق فعالیت. دومیش این بود که واقعا از انقلاب هیچ کیسه‌ای برای خودش ندوخته بود، هیچ فعالیت اقتصادی و مالی اینا نداشت. سالها حوزه اصفهان دستش بود و خب حوزه اصفهان میدونید که کلی موقوفات و چیز داشت. تو این جریاناتی که بعدها اتفاق افتاد خیلی از همین دوستانی که قبلا با آقای طاهری بودند ولی بعدها خب رفته بودن جناح راست، اینا سعی کردند که آقای خامنه ای رو متقاعد کنند که اینا رو از آقای طاهری بگیره. و میدونید که آقای مظاهری رو که فرستادن اصفهان یکی از هدفشون بود. وقتی آقای مظاهری اومد اصفهان، آقای طاهری، من اتفاقا یادم هست که پیش ایشون بودم، یه نامه پنج صفحه‌ای نوشته بود و تمام اینا رو تحویل داد. گفت من خدا رو شکر مونم که شما اومده اینا رو از من تحویل بگیرید. هیچ دلبستگی به این چیزا نداشت. و سومین ویژگیش واقعا مردمی بودنش بود. یعنی در خونش به روی همه مردم باز بود. هیچ وقت من تا جایی که من یادم میاد هیچ وقت بند و بستی نداشت. همه میتونستن برن با ایشون خلاصه درد دل بکنن، کارشون رو بکنن. و این ویژگی ها باعث شده بود که واقعا یه نقش مؤثری رو بین جامعه مدنی و حکومت بازی کنه. یعنی این یه نقش سومیه که میتونه یک روحانی هم تو حکومت باشه هم تو جامعه مدنی، هم نقش رو بازی کنه. چون وقت من تموم شده است، فقط بگم که بودن آقای طاهری تو اصفهان این به هر حال باعث شده بود که همیشه جریان چپ در اصفهان تقریبا غالب باشه و دولت، یعنی دولت و نمایندگان مجلس تقریبا تا سالی که دولت احمدی نژاد اومده سال 84، دولت تو اصفهان دست همیشه جناح چپ بود. و یکی از آرزوهای امثال آقای پرورش اینا این بود که یه روزی این دولت در اختیار بگیرن تو اصفهان، که بالاخره سال 84 تونستن این کارو در اختیار بگیرن. من فقط یه نکته دیگه هم بگم و بحثم رو تموم کنم. حالا در جریان انتخاب رهبری هم میدونین که 14 نفر بودن که با آقای خامنه‌ای رأی ندادن توی مجلس خبرگان، از جمله آقای طاهری بود دیگه، رأی نداده بود. ولی یادم هست که نماز جمعه بعد از
انتخاب آقای خامنه‌ای اومده بود اصفهان و خواست توجیه کنه، گفت برادران چاره ای نبود و ما به هر حال انتخاب شده ایشون، چاره ای نبود، یعنی به همون چیز خودش. و به هر حال من فکر می‌کنم که آقای طاهری این مصداق این آیه بود که در ابتدای سخن خوندم که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، میگه از رجال مردان، حالا این البته چیز نشد اینجا میگن رجال شامل زن و مرد میشه، یعنی مفهوم در واقع انسان ها هستن، از انسان های برجسته من المؤمنین رجال، از میان مؤمنان افراد برجسته هستن که صدقوا ما عهد الله علیه، بر اون عهد و پیمانی که با خدا بستند صدقو صداقت به کار میدن و این عهد و پیمان رو به خوبی انجام میدن. و آقای طاهری مصداق کامل یه چنین فردی بود، حالا یه انسان مؤمن، حالا روحانی هم بود و در واقع میشود گفت تمام زندگیش رو در مسیری قدم زد که اون عهد و پیمان الهی رو بتونه بهش وفا بکند. فمن هم من المؤمنین رجال صدق و معهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه، بله ایشون دیگه رفته، و من هم من ینتظر و ما مونده، و این که ما چقدر بتونیم در اون مسیر بریم، چقدر بتونیم به اون عهد و پیمان وفا کنیم، و هر حال دیگه او پروندهش بسته شده، رستگاره، و این ما هستیم که باید ببینیم چقدر میتونیم این راه رو بپیماییم و انشالله خداوند توفیق بده که واقعا ما عظمت و بزرگی و عزیزی این افرادی مثل آقای طاهری رو بتونیم تو زندگی خودمون در واقع پیروی کنیم و ما بدلو تبدیلا و در عهد و پیمانی که با خدا بستیم تغییر و تبدیلی نباشد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب الله بيننا وبينهم بالخيرات، برای شادی روح آیت الله طاهری. الفاتحه مع الصلوات.